کاروان ایران هم با لباس‌های فرم جدید در رژه مراسم افتتاحیه حضور داشت. البته چند ورزشکار در این رژه شرکت نکردند. با همکارم علی مادی هستیم. علی، چی شد که این چند ورزشکار حاضر نشدن در این مراسم و در این رژه شرکت کنند؟ برخی از این ورزشکارا مثل دوچرخه سوارا که امروز بعد مسابقه می‌دادن و یا روزبهانی بوکسر تیم ملی و یا نوشاد عالمیان که بعد امروز مسابقه می‌داد در پینگ پونگ شرکت نکردن، اما شرکت نکردن سه ورزشکار ایرانی خیلی خبرساز شد. لباس‌های فرم ایران که خب دقیقه 90 در واقع به قول ورزشی آماده شد و به دستشون رسید، دیروز پروف شد. برخی از لباس‌ها اندازه نبود برای برخی از اعضای کاروان تیم ملی ورزشی ایران در المپیک، هم لباس آماده نداشتن. یکی از اونها سرپرست تیم ملی والیبال ایران آقای خوشخبر بود که این لباس براش آماده نبوده. سه تن از والیبالیستای ایران که ستاره های تیم ملی و بازیکنان فیکس تیم ایران هستن، سعید معروف و سید محمد موسوی و شهرام محمودی، این سه نفر به دلیل در یک اقدام اعتراضگونه، به این دلیل که لباس برای سرپرست تیم ملی آماده نکردن و براش احترام قائل نشدن که لباسی اندازه او تهیه بکنند که نتونه در مسابقه در مراسم شرکت کنه، این سه نفر در مراسم شرکت نکردن و عکسی رو در صفحه خودش سید محمد موسوی گذاشت که با باستاپای مختلفی روبرو شد. البته پیش از اون سعید معروف عکسی رو گذاشته بود و نوشته بود که در شرایطی که سرپرست تیم ملی پدرش از دست داده، اما برای اینکه حاشیه ایجاد نشه مونده و بچه‌ها تو این 5 6 سال گذشته همیشه همراهی کرده، ما مدال انسانیت رو کم می‌بینیم در این ورزش و به خاطر در واقع احترام به این سرپرست تیم حاضر نشدن. این حاضر نشدن تیم ملی سه نفر از اعضای تیم ملی خیلی باستا به گسترده شد. خود آقای خوشخبر گفته که این نباید ربط پیدا میکرده و بچه ها باید حتما شرکت میکردن و آقای موسوی هم عذرخواهی کرد. به هر حال اینها اعتراضی کردن با نرفتنشون به مراسم افتتاحیه. نه ورزشکار ایرانی هم امروز بازی دارن، درسته؟ بله، بعضیشون مسابقاتشون تموم شد. مثلا نجمه خدمتی نتونست به فینال 10 متر تفنگی بادی برسه، اما الهه احمدی موفق شد که به فینال راه پیدا بکنه. از اون طرف مهسا جاور در روینگ قایقرانی نتونست در مرحله اول به مرحله بعد برای فردا برسه. حالا فردا باید در قسمت بخت مجدد که مسابقه هستش که برای کسانی که تو قسمت دوم جدول هستن، بعد به تلاش برای رسیدن به مرحله نهایی رقابت بکنه. به هر حال دو شخص سواران امروز رکاب میزنن تا بعد از ظهر که مشخص بشه آیا میتونن به مرحله بعد برسن یا نه.